بسم الله الرحمن الرحیم. امروز کار ما را با نیگین کاری یا که یخک کاری شروع می‌کنیم. ساده ترین کار هستند اونهایی که در حالت آموزش هستند، می‌خواهند که آموزش ببینه یاد بگیره. کار با نیگین است که شروع می‌کنیم. عموماً روی یک شنگش کار میشه، ما همزی یک شنگ شروع می‌کنیم. با ساده ترین را از اول که اونهایی که رسامی بلد هستن میتونه که اول رسامی کنه، هر قسمی که خودش گل میخواه رسامی کنه، روی امزو بعدن کار کنه. یا اونهایی که رسامی رو بلد نیستن، ما در مراحل بعدی کار با تاپر شروع میکنیم. میتونه از تاپه استفاده کنه، گل موریدی نظر خود در تکل تاپه منه یا که رسامی منه، بعد از روی ازو نگین میچینه. ما از رسامی شروع میکنیم، میخواییم که رسامی کنیم. اول همی خیلی راحت، زیاد قلم پر رنگ کش نمونیم، قلم خیلی کم رنگ که رنگ در تکه نمانه شروع مونیم. ما اینجا یک مرغ یا مرغ مثل طاووس یک مرغ رسامی مونیم. بعد از او خیلی مهم که هستن این پینس هسته. در بازار در اکثریت در جاهایی که مواد خیاطی استفاده میشه به فروش میرسه، لوازم خیاطی این پینس وجود داره. میتونین شما پینس انتخاب کنین. پینس در بازار دو قسم است، یک قسمش سر صاف هستن، از اونا نگیرین، در این نگین کار نمیده. شما این پینس بگیرین که این قسمی سرش قسمی باشه، راحت میتونیم امروی از این پینس یخگه برداریم یا نگینه. انواع نگین در بازار وجود داره که یا به نام یخک وجود یا به نام یخک یاد میشه یا که به نام نگین. ما این سایز نگینم به سلیقه خود شخص بستگی داره که کوشش میکنیم که نگین هرچی خردتر باشه زیبایی در نقشی ما بیشتر هسته. این نگینه که ما امروز رویش کار میکنیم این شماره 6 در بازار یاد میشه. یه یک رنگ نگین هستن، نگینی رنگ سبز یا که پسته‌ای. دوم اینی نگینی که استفاده می‌کنیم، نگینش رنگ سفید هستن یا هفت رنگ هستن. یه جلای تکر بیشتر می‌تونیم از استفاده کنیم. بازم انتخاب نگین اکثریت روی سفید هستن، چون سفید با هر نقشی که ما روی هر رنگ تکر بندازیم جلای خود می‌کشه، بهتر هستن. اینی هم نگین هفت رنگ هستن یا که به نام نگین سیاه یاد میشه. بازم سیاه هفت رنگ هستن که جلای سیار نمیتا هفت رنگ جلا میتا. بازم این نگین ما مازدو نگین امروز استفاده میکنیم، نگین شماره 6 و شماره 8. نگین بیشتر از این کلانتر روی دستمال یا بخچه یا قنداق تیفل هر چیزی که استفاده کنیم، اینا زیاد کلان باشه خوب نمیه. ما نگین وقتی که گرفتیم کم کم پیش دست خود روی تکه میندازیم، رویش کار مونیم. خب ما کار از جای شروع مونیم که پیش دست ما مانع ایجاد نشه. کاملا وقتی که نگین برداشتیم با سر پینس در جایی میگذاریم که سر رنگ قرار بگیره، از سر خط بیرون نشه، چون از سر خط اگه بیرون شوه بازم اصلین رسمی که ما کشیدیم یا گلی هر چیزی که بودن، چی رسم بود چی انواع گل ها بود، زمین ها بر گل ما درست نمی آید. کار ما تقریبا رو به تمامی هستند دیگه، مشکل نداره. ما حالا از اتوی استفاده میکنیم، اتوی ما اتوی برقی هستند. اونایی که اتوی برقی نداره میتونه در خانه از اتوی گازی استفاده کنه. اتوی برقی را ما روی کار میگذاریم، راحت در جای بگذاریم که تیکه زیر دست ما شور نخوره یا اتو شور نخوره که کار ما خراب میشه. آرام اتو را روی کار میگذاریم.
به مدت 5 دقیقه شماره درجه اتو روی شماره 3 هسته، بیشتر از 3 درجه اتو را بیشتر نکنین که تکه رنگ خود تغییر کنه زیر اتو، چون ما قرار هستن که 5 دقیقه بگذاریم روی. در مدت 5 دقیقه اتو روی کار هست. در قسمت جاهایی که کار از اتو اضافه مونه، بازم میتونیم که اتو رو نرم برداریم، پس همی جایی که مانده میگذاریم. بعد از 5 دقیقه وقتی که اتو رو برداشتیم از اینجا، روی از این قسمت هایی که مانده بود اتو رو میگذاریم آرام به این قسمتش. خب از بالای تکه میبینیم که کار ما کاملا چسبیده، هیچ گونه مشکل نداره. با پینس اگه ما تکان بدیم همینا تکان نمیخوره، اگه بخوایم با دست خود تکان بدیم همینا تکان نمیخوره. حالا از پشت سر تکه میبینیم که آیا این کاملا گرفته یا نه. اینی زمانی که یخک روی تکه کاملا گرفته باشه، شیرش ها پشت سرش بیرون میشه. حالا میبینیم این کلا شیرش پشت سر تکه بیرون شده، این رنگش فهمیده میشه. خب کار ما تکمیل شده، دیگه مشکل نیستن، ما میتونیم که کار خود جمع کنیم.